هفته انگلیسی اکنومیست اعلام کرد شیعان بحرین همچنان سرکوب می شوند. هفته اکنومیست در گزارشی نوشت بزرگترین منطقه شیعنشین بحرین از هفت ماه پیش تا کنون در محاصره علائم ورود ممنوع ایسهای بازرسی و دیگر اختارها قرار دارد. این گزارش افزود بحرین کشوری کوچک است که نفتش تمام شده و حکومت آن به همسایگان بزرگترش در حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی تکیه کرده و نحوه تعامل نظام حاکمش با مردم نشان می دهد که برخی حکام دیکتاتور عرب چگونه مردم خود را سرکوب می کنند. بر اساس این گزارش بیش از 2600 فعال سیاسی که اکثر آنها شیعه هستند در زندان های بحرین محبوس و در بین زندانی ها تعدادی خردسال نیز وجود دارند این تعداد زندانی در مقایسه با جمعیت 650 هزار نفری این کشور آماری بسیار بالا است این گزارش افزود صدها تن از فعالان بحرینی تبعید شدند بسیار از مردم ممنوع سفر هستند و تابعیت بحرینی بیش از 300 تن نیز سلب شده است این گزارش در پایان با اظهار شگفتی از جمعیت اکثریتی شیعیان در بحرین و حکومت سنی مذهب آل خلیفه که تمام مدیریتها و وزارتخانه ها را در اختیار خاندان خود قرار داده لازم دانسته که این روند در بحرین تغییر کند